تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. یک دور قرآن و آیه به آیه انشاءالله تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیر میکنیم. خیلی تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. الان سوره یوسف آیه 35 هستیم، بشنوید. و کأین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چه بسیار نشانه در آسمان ها و زمین هست که بر آن میگذرند در حالی که از آن روی گردانند. آیه ها و نشانه هایی در زمین در آسمان هست. بشر یمرون، بشر از کنارش یمر یعنی مرور میکنه، ولی اعراض میکنه. شاید این آیه یک پیشگویی علمی باشه. یکی از مراجع تقلید سفرنامه نوشته، آیت الله صافی، سفرنامه حج، نوشته که ما وقتی سوار هواپیما شدیم بریم مکه، هواپیما رفت تو ابر و از ابرا هم رفت بالا. تا رفت بالای ابرا، این آیه برام یه معنی دیگه است که همین آیه 35 سوره یوسف. و کم من آیت فی السماوات، چه بسیار نشانه های تو آسمون هاست که یمرون، که بشر از کنار اونها بر اونها عبور میکنه ولی اعراض میکنه. قدیم که هواپیما نبود، علما میخوندن میگفتن آیت در آسمونه، وقت من یمرون، من مرور میکنم تو آسمون ها، چطور من مرور میکنم؟ این وقتی وسایل فضانورد درست شد، دیدن نه، میشه آیاتی در آسمون ها باشه که بشر یمرون علیها. بعضی دیگه یمرونه رو معنا کردن، یعنی کره زمین چون دور خودش میگرده به طور طبیعی بر کرات دیگه هم یمرون علیها. یا بعضی معنا کردن یمرونه یعنی یمزرونه، یعنی نگاه میکنه به آیات آسمانی. پس این یمرونه سه تا معنا شده. نشانه هایی تو آسمان هاست که بشر نگاه میکنه به او، مثل نگاه به ستاره ها، اینه معناش. یا نشانه هایی تو آسمان هاست که انسان ها عبور مرور میکنن، این چون کره زمین که میگرده قهرن به اونها هم دور اونها هم تاب میخوره، اینم یه معنا. بهترین معنا شاید همین باشه که تو این سفرنامه آمده، که وسائل فضانوردی پیدا میشه که بشر از کنار آیات آسمانی هم میگذره ولی باز خدا را نمیشنسه. خدا گله میکنه. چه بسیار نشانه های نشانه چه بسیار نشانه در آسمان ها و زمین هست که انسان ها یمرون علیها ولی اعراض مونه. اعراض غیر غفلته، نگفته غافلون معرضون، غافل غافله، اعراض یعنی میفهمه لج میکنه. خیلی خوب، پس تمام هستی نشانه برام ز خداشناسیه. انسان اگر لج بازی کنه هیچ نشانه این رو نمیپذیره، ولو تو آسمون ها از کنارش هم رد بشه. ببین یه وقت انسان خواب صداش بزنن بیدار میشه، اما اگه کسی انسان خودشو به خواب بزنه، لگد تو شکمش هم بزنی برا نمیشه، چون خودشو به خواب زده. افرادی معارضن، یعنی اعراض میکنن، یعنی خودشون به خواب میزنن. خب نگاه سطحی و بدون فکر و تأمل زمینه هدایت و رشدی. اگر میخوایم رشد پیدا کنیم، هدف پیدا کنیم، باید نگاه ما عمیق باشه. نگاه سطحی باری نداره. علم هم به تنهایی کافی نیست. آدم حق پذیر باید باشه. گاهی ما رون علیه از کنارش رد میشی، میفهمی ولی بازم اعراض میکنی. دانستن این که دود بره ریه بده کافی نیست. باید تصمیم بگیریم سیگار نکشیم. خیلی ها میدونن علم خوبه ولی بازم مطالعه نمیکنن. میدونن عمرشو به بطالت گذاشتن بده ولی بازم عمرشونو باطل هدر میدن. خب احسن القصص بودن داستان هم کافی نیست. مهم اینه که انسان این قصه ها رو ازش عبرت بگیره، به کار ببنده. خب آیه 35 سوره
یوسف رو بگذاریم بریم سراغ آیه 3-6. خدای تو به حق محمد و آل محمد خودت به ما توجه بده که هر وقت متذکر میشیم به تذکر تو عمل کنیم. گاهی وقت انسان میفهمه مثلا یاد نماز میفته بی اعتناس، صدا از آن میشنوه بی اعتناس، حق رو میفهمه بی تفاوته. خدای ما رو از کسانی که نسبت به حق غافلن و بدتر از غفلت میفهمن، از غفلت میان بیرون ولی بازم لرزش میکنن، اعراض میکنن، ما رو از این گروه ها قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.